سلام، خوش اومدین به 72 شماره از روزنامه سرخابی. امشب یک شنبه 19 بهمن ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. دردسرهای آبی پایتخت، تجمع هواداران مقابل ساختمان باشگاه استقلال، طرفداران باشگاه استقلال در اعتراض به شرایط مدیریت باشگاه مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند. داستان از جایی کلید خورد که پس از برتری آبی پوشان مقابل نساجی، بازیکنان این تیم به صحبت علیه مدیریت پرداخته و از شرایط موجود گله کردند. همین موضوع باعث شد تعدادی از هواداران استقلال هم امروز مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کرده و شعارهای علیه احمد مددی، اسماعیل خلیلزاده و حتی مسعود سلطانیفر وزیر ورزش سر بدن. تعدادی از هواداران استقلال هم پس از حاشیه‌های به وجود اومده پیرامون ماجرای افشای قرارداد جدید بوریا غفوری، بنری از کاپیتان خودشون رو به دست داشتن و به حمایت از اون پرداختن. گفتنیه در بین معترضان یه چهره آشنا هم به چشم می‌خوره و اون کسی نبود جز مهدی فنونی‌زاده، پیشکسوتی که در هنگام صحبت با طرفداران از قول خلیل‌زاده به اونها اطمینان داد که باشگاه از غفوری شکایت نکرده. حواشی تمومی نداره انتشار لیست دریافتی استقلالی ها. اعتراضات برخی بازیکنان استقلال به شرایط پیرامون تیم موجب واکنش تند مدیران این باشگاه شده. آبی های تهرانی بعد از اینکه موفق شدند در جدال با نساجی با دست پر از میدان خارج شدند، در ابتدا به وعده های غذایی و زمین تمرین اعتراض کردند و سپس پای میزان دریافتی های خودشون رو به میون کشیدند. بر اساس ادعای بازیکنان استقلال، اونها از سال گذشته 15-20% هنوز طلب دارند و امسال هم در حالی که یک هفته تا پایان نیم فصل باقی مونده، فقط بین 10-12% پول رو گرفتن. این ادعاها باعث شد مدیران باشگاه در واکنشی تند تصمیم به انتشار میزان دریافتی آبی پوشان بگیرند. حالا باید دید باشگاه استقلال چقدر تهدیدش رو عملی میکنه و آیا مبلغ دریافتی بازیکنانش رو افشا خواهد کرد یا نه. حملات هدایت شده به کاپیتان استقلال. بوریا غفوری ته روزهای اخیر به تیتر شماره 1 رسانه ها تبدیل شده. از درخواست برای خرید واکسن گرفته تا قهر اون از استادیوم و در نهایت انتشار مبلغ قراردادش و البته عدم حضور در تمرین تیم پس از دیدار روز جمعه. کاپیتان آبی های تهرانی در خصوص حملات چند وقت اخیر که علیه اون صورت گرفته گفت مسئولان کشور باید واکسن رو به مردم برسونن تا زندگی ها به روال عادی برگرده. یه سری آدم ها هم بابت این استوری به من حمله کرده بودن که وقتی میرفتم پیج ها رو میدیدم متوجه شدم بالای 90%شون واقعی نیستن. باعث تأسف یه سری آدم یه لشکر سایبری راه بیاندازن که به یه آدم حمله کنن چون برخلاف نظر اونها صحبت شده. این واقعا شرم‌آوره. غفوری همچنین بدون صحبت مستقیم در خصوص انتشار قراردادش به طور ضمنی خواستار توقف حواشی شد و گفت هواداران ما تحت فشار هستند و واقعا دوست ندارن تیمشون دوم یا سوم شه. به همین خاطر صبر اونها کم شده که تا یه جای قابل قبوله، اما مهم اینه که تیم رو حمایت کنن که وارد حاشیه نشه تا به اون هدف مشترکمون که قهرمانیه برسیم. حمایت فتح‌الله‌زاده از غفوری. مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال تهران از بوریا غفوری در رابطه با حواشی اخیر حمایت کرد. علی فتح‌الله‌زاده در این خصوص گفت چرا کاپیتان تیم عصبانی میشه؟ همه پشت پرده رو نمیدونن. وقتی با تمام وجود کار کنید اما شب قبل از بازی متوجه شید که از شما به کمیته انضباطی شکایت شده، چه حالی پیدا میکنید؟ طبیعتاً ما هم شبیه غفوری میشیم. اگر قرارداد غفوری چند برابر شده اون مقصر نیست. این بازیکن پیشنهادی داده و باشگاه هم قبول کرده. این کارها حرفه‌ای نیست و دودش به چشم استقلال و هواداران میره. اکبرپور شمشیر رو از رو بست. سیاوش اکبرپور اما جزو مخالفان کاپیتان استقلاله و در خصوص بوریا غفوری اظهارات جنجالی رو به زبون آورده. اکبرپور در همین رابطه گفت اگر غفوری به تیمش عرق داشت میایستاد و برد تیمش رو میدید، نه اینکه تیمش رو رها کنه و از استادیوم به خونه بره. یکی میشه مثل مهدی قائدی که 5-6 پیشنهاد خارجی داره، یکی هم میشه کاپیتان که برای پول گرفتن ناز میکنه. اگر این آقایون که امروز ادعای کاپیتانی رو دارن زمان ما فوتبال بازی میکردن، در لیست 18 نفره تیم هم قرار نمیگرفتن. از تیمی که بزرگتر اون وریا غفوری باشه و با اون شرایط زمین بازی رو ترک کنه نباید انتظار زیادی داشت. توصیه میکنم اون رو از تیم اخراج کنن. اکبرپور در ادامه به مدیریت باشگاه هم تاخت و در خصوص مددی گفت نباید از مظلومیت محمود فکری سوء استفاده کرد. به احمد مددی اخطار میدم اگه قرار باشه به این رویه مدیریتیش ادامه بده، باشگاه رو روسر اون خراب خواهم کرد. مظاهری در صف حامیان وریا.
با وجود اینکه برخی پیشکسوتان استقلال انتقادهایی رو به حرکت کاپیتان آبی‌پوشان تهرانی در زمان تعویضش وارد کردند، اما برخی از بازیکنان این تیم نظیر محمد دانشکر از کاپیتان آبی‌ها حمایت کردند. حالا به جمع حامیان وریا، رشید مظاهری دروازه‌بان استقلال هم اضافه شده که با انتشار یک استوری به حمایت از وریا قفوری پرداخت. رحمان رضایی به ایستگاه پایانی در اصفهان رسید. پس از نتایج ضعیف زباهن در فصل جاری رقابت‌ها، سرانجام مدیران این باشگاه تصمیم به قطع همکاری با رحمان رضایی گرفتند. در بیانیه باشگاه زباهن در این خصوص اومده، نظر به عدم تحقق اهداف تعیین شده در خصوص کسب حداقل 11 امتیاز در 5 مسابقه و عدم حصول نتایج مد نظر، هیئت مدیره باشگاه زباهن اصفهان پس از بررسی تمامی موارد و با توجه به نارضایتی هواداران تیم، تصمیم به قطع همکاری با رحمان رضایی گرفت. هنوز سرمربی جدید تعیین نشده، اما پس از بررسی گزینه‌های مد نظر سرمربی جدید به زودی اعلام خواهد شد. در واکنش به این تصمیم رضایی طی مصاحبه گفت: من امروز تهران هستم و تلفنی متوجه تصمیم باشگاه شدم. فردا به اصفهان میرم تا وسایلم رو جمع و با اونها خدافظی کنم. همونطور که دوستانه به این باشگاه رفتم، دوستانه هم از این باشگاه جدا میشم. این حق طبیعی هر باشگاهی که برای کادر فنی خودش تصمیم بگیره. دردسر 8 میلیاردی پرسپولیس. باشگاه شهر خودرو به باشگاه پرسپولیس 48 ساعت فرصت داد تا مبلغ رضایت‌نامه یحیی گل محمدی رو به نماینده خراسان پرداخت کنه. در غیر این صورت این باشگاه به AFC شکایت خواهد کرد. مدیر رسانه‌ای شهر خودرو در این باره گفت: این مبلغ حق باشگاه شهر خودرو و مطالبه مردم استان خراسانه و باید به حساب باشگاه واریز شه. ما منتظر هستیم این اقدام از طرف باشگاه پرسپولیس صورت بگیره. واکنش پرسپولیس به ادعای شهر خودرو. امیر ساید، وکیل مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس، توضیحاتی را درباره ادعای شکایت شهر خودرو ارائه داد و گفت: پس از صدور رأی کمیته وضعیت فیفا مبنی بر محکومیت پرسپولیس به پرداخت این مبلغ، پنجشنبه هفته قبل لایحه اعتراضی خودمون رو به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ارسال کردیم و به نظر من مسئولان باشگاه شهر خودرو اطلاع نداشتند که باشگاه پرسپولیس در موعد مقرر درخواست تجدید نظرخواهی کرده. این پرونده اکنون باید در کمیته استیناف رسیدگی شه. باشگاه شهر خودرو نمیتونه تا زمان اعلام نظر کمیته استیناف پرونده رو به مرجعی بالاتر مثل AFC بفرسته. پرسپولیس تا پایان سال عزادار میناوند و انصاریان. با اعلام باشگاه پرسپولیس، این تیم تا پایان سال جاری با پیراهن مشکی به میدان میره. طبق تصمیم جعفر سمیعی مدیر عامل و ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه، قرار پرسپولیس به احترام عزیزان از دست رفته خود تا پایان سال پیراهن مشکی به تن کنه. گفتنی این موضوع خواسته طرفداران و اعضای تیم بود که به اون جامعه عمل پوشونده شد. اعلام آمادگی نماینده های ایران برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا. سه نماینده فوتبال ایران برای میزبانی از بازی‌های گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اعلام آمادگی کرده و این درخواست را به طور رسمی به AFC فرستادند. در همین راستا باشگاه استقلال طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی از بازی‌های گروه سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اعلام آمادگی کرد. باشگاه پرسپولیس هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام نمود آماده میزبانی در لیگ قهرمانان آسیای 2021. ضمن اینکه باشگاه تراکتور هم دیگر تیم ایرانیه که رسما برای میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام آمادگی کرده. شایان ذکره که بازی‌های مرحله گروهی غرب آسیا از 25 فروردین تا 10 اردیبهشت سال 1400 برگزار خواهد شد. پیراهن طارمی بر تن پسر اسطوره باشگاه پورتو. مهدی طارمی با عملکرد درخشانش در اولین فصل حضور در پورتو به قلب هواداران این تیم نفوذ کرده، اما حالا به نظر میرسه نه تنها هواداران بلکه اسطوره‌ها و سران پورتو هم از عملکرد مهدی رضایت کامل دارن. ویتور بایا از اسطوره‌ها و نایب رئیس فعلی باشگاه فوتبال پورتو پرتغال در همین رابطه یه ویدیو منتشر کرده که در اون پسر خردسالش پیراهن مهدی طارمی رو بر تن داره تا مشخص شه عشق به مهدی در عمیق‌ترین محافل باشگاه هم نفوذ کرده. باخت غیرمنتظره هوادار مقابل گل ریحان. در یکی از بازی‌های هفته 13 لیگ دسته اول، تیم هوادار در کرج با نتیجه 3-1 مغلوب گل ریحان البرز شد. گل‌های گل ریحان رو بابک و جهانبخش به ثمر رسوندند و تک گل هوادار رو هم محمدی وارد دروازه میزبان کرد. با این نتیجه هرچند هوادار همچنان با 24 امتیاز صدرنشین باقی مونده، اما با توجه به پیروزی مس کرمان فقط با تفاضل گل بیشتر در جایگاه اول قرار گرفته. گل ریحان البرز هم با این پیروزی 12 امتیازی شد و به رده 16 صعود کرد، اما همچنان در منطقه خطر قرار داره. نفس‌های مس پشت سر هوادار. نارنجی پوشان مس کرمان در یه دیدار حساس از چارچوب هفته 13 لیگ دست اول
موفق شدن در کرمان با تک گل بهرانی ملوان رو شکست بدن تا با 24 امتیاز تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به هوادار در رده دوم بیستند. ملوان هم با این باخت 17 امتیازی موند و در رده هشتم جدول جای گرفت. بادران به صدر نزدیکتر شد. تیم بادران که طی چند هفته گذشته هیچ شکستی رو تجربه نکرده بود به روند امتیازگیریش ادامه داد و موفق شد در دیداری حساس با پارس جنوبی با یه برد اقتصادی خودش رو به صدر جدول نزدیکتر کنه. تک گل بادران رو غلامی در دقیقه 53 به ثمر رسوند تا این تیم با 22 امتیاز و در فاصله 2 امتیازی با صدر در رده سوم قرار بگیره. پارس جنوبی هم اکنون با 18 امتیاز هفتمه. تساوی بعد موقع شیرازی ها مقابل حریف خوزستانی. فجر شهید سپاسی شیراز در یه بازی خونگی و در حالی که فرصت خوبی برای نزدیکتر شدن به جمع تیم های بالانشین داشت در تقابل با استقلال خوزستان به یه تساوی بدون گل رضایت داد تا با 21 امتیاز رتبه 4 جدول رو از آن خودش کنه. استقلال خوزستان هم با این نتیجه به 20 امتیازش رسید و به رده 6 جدول تکیه زد. سایر نتایج هفته 13 لیگ 1، پیروزی با ارزش شهرداری آستارا و نبرد ارومیه. در چارچوب هفته 13 لیگ دست اول شهرداری آستارا موفق شد دو بر یک رایکای بابل رو شکست بده. نبرد ارومیه هم با یک گل از صد آرمان گوهر سیرجان گذشت. خوش طلایی با همین نتیجه قشقایی رو شکست داد و شاهین و خیبر خرم‌آباد به تساوی بدون گل دست یافتند. ضمن اینکه دیدار بین تیم‌های استقلال مولاسانی و چوکای تالش به دلیل بارندگی شدید و شرایط جوی نامناسب لغو شد. در صورت مساعد شدن شرایط جوی شاید دوئل استقلال مولاسانی و چوکای تالش فردا دوشنبه در اهواز برگزار شه. دوئل میلیمتری در صدر، جدال نفسگیر در قهر. با پایان یافتن هفته 13 لیگ دست اول، هوادار علی‌رغم شکست مقابل گل ریحان البرز همچنان با 24 امتیاز و با تفاضل گل بیشتر نسبت به مس کرمان صدر نشینه. مس هم با همین تعداد امتیاز در رده دوم قرار داره. بادران، فجر شهید سپاسی و شهرداری آستارا هم به ترتیب با 22، 21 و 21 امتیاز در رده های سوم تا پنجم ایستادند. در انتهای جدول هم نبرد ارومیه با 10 امتیاز 18مه. قشقایی و گل ریحان البرز هم با 11 و 12 امتیاز در رده های 17 و 16 جای گرفتند تا جدالی نفسگیر رو در قهر برای فرار از خطر سقوط شکل بدن. فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.